پرونده قتل جمال قاشقچی و رسانه‌ها یک دایره دوار شده است. این دو عکس را نشریه لوریان دوجور چاپ کرده می‌نویسد این پرونده به این زوری‌ها بسته نخواهد شد. تا کنون دو مقام بلندپایه از جمله ژنرال احمد السیری معاون اطلاعات عربستان از کار برکنار شدند. رسانه‌ها می‌پرسند از چه لحظه این پرونده هرم قدرت را در جریان گذاشته است. آقای اردوغان اعلام می‌کند فردا همه دانسته‌هایش را اعلام خواهد کرد. اما چرا او بیش از دو هفته زمان را هدر داده است؟ از پس درهای بسته هنوز هم بسیاری از پاسخ‌ها خود پرسش برانگیز می‌شوند و شاید ابتکار بتواند این باشد که به جای پاسخگویی بر پرسش‌ها بیفزاییم تا حقیقت کامل روشن بشود. در این میان خانم منگ هونگوی همسر رئیس سابق اینترپول در زیرزمین یک هتل در شهر لیون به خبرنگار لوموند گفته او با دو فرزند 7 سالش سرگردان و بیخبر از سرنوشت شوهرش می باشد. دیروز آقایان مکرون و ترامپ تلفنی با هم صحبت کردند. پرونده سوریه، پرونده اتمی و امنیت اروپا و البته پرونده مرگ جمال قاشقچی از موضوعات گفتگو بود است. روز 11 نوامبر آقای ترامپ برای جشن پایان 100 سال جنگ جهانی اول در پاریس خواهد بود. قرار است آقای پوتین هم باشد. همین امروز صبح آقای گورباچف آقای ترامپ را مخاطب قرار داده میگوید چرا تفاهم امضا شده او و آقای ریگان را در سال 1987 در اوج جنگ سرد در مورد امنیت موشکی از سوی امریکا یک طرفه لغو کرده است. آقای ترامپ نیز در جواب گفته روسیه وقتی وفادار نیست دلیلی برای ماندن ما در این تفاهم وجود ندارد. اینجا افغانستان است. رأی‌گیری در زمانی که در پشت نقاب باید رأی داد و شاهد کشته شدن بیش از 30 افغانی بیگناه بود. صف رأی دهندگان مردان زنانه داشت. رأی‌گیری ها اغلب در مسجد انجام گرفت. از جمله مسجد وزیر ابکارخان که یک دانشجوی 24 ساله پزشکی محمد عباسی میگوید 5 ساعت برای رأی دادن در صف ایستادم تا در کشورم افغانستان دموکراسی برقرار شود. این عکس در شبکه‌های مجازی خبر آورد که دانش آموزی در حومه پاریس به روی معلم خود اسلحه گرفت. در عوض شبکه‌های مجازی در ایران ورزش بانوان را برخلاف میل مقامات جمهوری اسلامی به خبررسانی در می‌آورد. ملک عبدالله پادشاه اردن که بر اساس یک پیمان صلح در 1994 دو بخش از دو قریه خاک اردن را در اختیار اسرائیل گذاشته بود اینک بر اساس همان تفاهم و قرارداد می‌خواهد پس بگیرد. در فلسطین تظاهرات همواره دور از مرز اسرائیل دنبال می‌شود. آخرین بار هفته پیش بمباران اسرائیل کشته داشت. نماینده سازمان ملل در خاورمیانه آقای نیکولای میلادونوف که بلغاری است هشدار داد در غزه وضعیت بحرانی خواهد شد. و خبر آخر، اگر از افغانستان و انتخابات در این کشور گفتیم، خود افغان‌ها هم گفتنی کم ندارند. امروز هم که از ساعت 6 مردم اینجا آمده، تعداد رای‌دهنده‌ها بسیار زیاد مراجعه کرده و هنوز هم روند رای‌دهی بسیار کند است. 8 شعبه رای‌دهی باید اینجا باز می‌شد که متأسفانه دیروز که نشد، امروز هم 4 تایشه آمده بسیار کند پیش میره. 2 زنانه 2 مردانه. دیگه شو دستگاه بایومتریک هم بسیار کند کار میکنه. هر نفر 10 دقیقه طول میکشن که تا اینا یک نفر رو ثبت کنه. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم.